یکی از تورهایی که چند سالی است بین ایرانی‌ها بسیار پرطرفدار شده و جا افتاده، تور گرجستان است. و اگر که قصد داری در تعطیلات سال نو میلادی یک کشور خارجی را برای سفر انتخاب کنی، گرجستان می‌تواند لحظات خیلی شادی را برای شما بیافریند. اما سال نو در گرجستان واقعاً چه خبر است؟ یکی از مهمترین و چشمگیرترین تعطیلی‌های دنیا تعطیلات سال نو است. علی‌رغم اینکه در این زمان کریسمس در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای مسیحی پر اهمیت می‌شود، مردم کشور گرجستان اصلی‌ترین جشن‌هایشان را در روز سال نو، روزی به نام روز شانس برگزار می‌کنند که در دوم ژانویه است و مردم این کشور بر این اعتقادند که این روز تعیین کننده است و مشخص می‌کند که شما بقیه سال را چطور می‌گذرانید. یکی از قومشناسان شناخته شده کشور گرجستان تامیلا نام دارد که در این باره میگوید اینکه جشن‌های سال نو میلادی با چه آداب و رسومی برگزار شوند بستگی به منطقه‌ای دارد که در آن هستید. برای مثال اگر به غرب گرجستان بروید، مردم به سال نو کالاندا میگویند. اگر به منطقه‌های کوهستانی بروید، میبینید که مردم به آن زومخا میگویند. و اما بدون شک در هر منطقه‌ای که باشید، یکی از اصلی‌ترین المان‌های کریسمس همان درخت تزیین شده کریسمس است که در زبان گرجی به آن چیچیلاکی میگویند. شب سال نو در گرجستان. یکی از مراسم هایی که در این شب برگزار می شود، مراسم آوردن انواع و اقسام میوه ها و شیرینی های گرجی است که توسط بزرگ خانواده آورده می شود. و یکی از اصلی ترین این شیرینی ها که بر سر همه میزها در گرجستان دیده می شود، شیرینی به نام گوزیناکی است. در بعضی از بخش های گرجستان، مثلا در منطقه اسوانتی، مردم درختی می آورن و تنه آن را به سمت زمین خم می کنن تا حالت کمان بگیرد. آنها این درخت را تعظیم می کنند، درختی که برایشان نشانه هایی از درخت زندگی و باروری است. یکی دیگر از سنت های جالب سال نو در گرجستان در شرق این کشور اتفاق می افتد. آنها شیرینی های بسیار لذیذی به نام باسیلا که از زنجبیل است درست می کنند. در این زمان تمام خیابان با چراغ های نئونی بسیار زیبایی تزیین شده و سعی شده تا درختان هم شکل و شمایل درخت های کریسمس داخل خانه ها را داشته باشند. همه مردم شاد هستند و جشن های خیابانی هم زیاد برگزار می شود. به طور کلی اگر قصد دارید تا در این ایام به جایی سفر کنید، گرجستان یکی از بهترین انتخاب هاست. میز سال نو در گرجستان پر است از غذاهای رنگارنگ و خوشمزه، غذاهایی که در آنها از ادویه های مختلفی استفاده شده و خیلی راحت می توان روی یکی از این میزها نشست و بعد از اتمام غذا چند کیلو اضافه کرد. مردم گرجستان واقعا خوش زبان هستند و یکی از زیباترین و بهترین آرزوهای دنیا را برای هم می کنند، به طوری که چنین سخنانی در کمترین جایی از دنیا شنیده می شود. آنها بر این باورند که تمام حرفها و آرزوهای خوب بی برو برگرد برآورده می شود. همین موضوع کافی است تا خودتان بر این باور برسید که یکی از فراموش نشدنی ترین و مهربانانه ترین جشنهای دنیا در همین گرجستان برگزار می شود. خب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید و در آخر اگر از دیدن این برنامه لذت بردین، حتما برنامه رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. فراموش نکنید برای دیدن برنامه های جدید ما این سفر رو دنبال کنید.